سوال 101 این تابه در نقطه M مشتق ناپذیره خب ما میدونیم وقتی قدر مطلق پشت وسط باشه تابه در ریشه های ساده داخل قدر مطلق مشتق ناپذیره دو تا ریشه داره ایشون که دو تا چی و چی بوده دوستان یکی از ریشه هاش یک بوده یکی دیگه هم منفی سه بوده منفی سه و مثبت یک ریشه های این پشت چی بودن دوستان این آقا ریشه هاش یکیش منفی دو بوده یکیش یک میدونیم اگر کسی ریشه ساده داخل قدر مطلق باشه مشتق ناپذیره مگر اینکه اون آدم ریشه پشت قدرم باشه و الان اگه دقت کنید یک ریشه پشتم هست اونی که پشته آقا کلا صفر میکنه درو میکنه میاد جلو و یکو نجات میده اما تنها کسی دیگه نجات پیدا نمیکنه منفی سه پس وقتی داریم که در نقطه ام مشتق ناپذیر است منظورش همون بچه نقطه منفی سه بود حالا مشتق چپ و راست رو خواسته تو نقطه منفی سه ببینید میام اف پریم منفی 3 کمتر رو حساب میکنم اگه بخوام این کارو کنم من با اجازهتون این عبارت رو تجزیه کنم اینو تجزیه کنید میشه x به اضافه 2 در x منهای 1 داخل قدر مطلق چه خبره داخل قدر مطلق x به اضافه 3 بوده در x منهای 1 اگه شما زحمت بکشید منفی 3 کمتر رو تست کنید پر واضحه منفی 3 کمتر رفقا دقت کنید میخوایم از داخل قد مطلق بیرون منفی سه کمتر این داخل رو منفی میکنه و اصلا داخل قدر مطلق منفی میشه پس باید قرینش بیاد بیرون قرینش رو چجوری میارم بیرون؟ ببین قدر مطلقه رو وردار یه منفی یه منفی بذاریم پشت خب الان میخوایم مشتق بگیریم تو منفی سه پر واضحه که خود این آقا عامل صفر شونده است پس فقط از این مشتق میگیرم از این مشتق میگیرم میشه یک تو بقیهش فقط چیکار میکنم عدد میذارم اگه منفی 3 بذارید ایشون میشه منفی 4 ایشون برابر میشه دوباره با منفی 4 و در نهایت ایشون هم برابر میشه با منفی 1 یه دونه منفی هم پشتشه که میشه مثبت که اینا رو داخل همدیگه ضرب کنید به جواب آرزم به حضور شما منفی 16 میرسید به جواب مثبت 16 میرسید عذر میخوام و در نهایت چیزی اشتباه نکرده باشیم بله اینجا اشتباه کردیم منفی یک مثبت یک نه درسته جای اشتباه مثبت در نهایت اگه زحمت بکشید بخواید مشتق راست رو حساب کنید تو منفی 3 هیچ اتفاق خاصی نمیفته بچه‌ها فقط تنها تفاوتش اینه که دیگه این قدر مطلق خودش میاد بیرون و خودش بیا بیرون دیگه این منفیه رو نداریم خب وقتی این منفیه رو نداشته باشیم همه این جوابا یه منفی کمتره دیگه پس اون بوده منفی 16 حالا اینا رو اگه تقسیم بر هم کنید در نهایت به جواب منفی یک میرسید یعنی گزینه یک سوال 102 تابعی با این ضابطه در کدوم بازه مشتق پذیره؟ شاید اصلا پاسخابی ها یه سری به این گیر بدن ولی خیلی سوال قشنگی بود اتفاقا تو جزوه ما هم بود <تصفح> ببینید بچه ها تابع اون داخل اینه یک ریشه ای صورت و مخرج حذف میشه و تو نمودار به صورت حفره ظاهر میشه آقا جان حفر نمودار اونجا ناپیوسته است پس اینم میدونیم که تابه در نقاطی که محدودیت دامنه داره یعنی ناپیوسته است مشتق ناپذیره کسی که گزینه مثلا گزینه‌ای که کل عدد یکو داشته باشه فعلا رد. خب گزینه یک رد حالا تابه که داخل براکت مونده یک ایکسومه اینو چیکارش کنم هیچی چه کنم کدوم از گزینه‌ها داخل براکت رو صحیح میکنن خب آقا چه ربطی داره اگه داخل براکت با عددی صحیح بشه براکت تو نقطه حد نداره حالا کاری به استثناء ندارم که اگه ریشه پشت باشه چه اتفاقی میفته نه داخل براکت صحیح بشه همین براکت یک ایکس حد نداره پیوسته نیست مشتق ناپذیرم نیست و تو بازه منفی یک تا صفر شما منفی یک دومو بذاری چه اتفاقی میفته اون داخل صحیح میشه خب به درد نمیخوره اینجا هم همینطور شما بیا یک سومو بذار یک سومو داخلو صحیح میکنه خب به درد نمیخوره جواب گزینه چاره بچه الان می اه و منفی یکی که اینجا داریم می بینیم چی اینم سعی میکنه منفی یک افتاده ته بازه منفی یکی که ته بازه افتاده پیوستگیش فقط پیوستگی راست بررسی عضر میخوام فقط پیوستگی چپ بررسی میشه مشتق پذیریش هم مشتق پذیری چپ بررسی میشه که اتفاقا هیچ مشکلی نداره و اعداد قبل منفی یک هم هیچ کدومون داخل و سعی نمیکنن شد رفت بریم سراغ سوال بعدیم سوال 103 اف و داده جی و داده میگه حاصل اف پریم در جی 2 به اضافه جی زب در جی پریم در اف به اضافه اکس نوزایی با دو کدوم بعضی از بچه ها میشینن این کار رو میکنن اینو رو مشتق پیدا میکنن ضبط در جی دو میکنن و بعد میبرن با اون جمع میکنن عزیز دارم شما هر جای این کره خاکی ببری بگی من دارم چنین کاری رو میکنم ازت تسه الکل میگیرن شما اینو ببر بذار تو دارال مجانی کسی این کارو نمیکنه که شما دارید میکنید اخه بفهم یه ذره آخه مگه این یه چیز عادیه که شما دارید عمل میکنید و شروع میکنید گوش به حرف طراح میدید یه بار دیگه هم تو چند تا سوال قبل اومده بود طراح چنین کاریو کرده بود فرمول نوشته بود یا برگردون این فرمول رو ببین چی بوده که طراح اینجوری نوشتتش یه جی فاکتور بگیر از اولی میمونه اف پریم جی دومی میمونه جی اف این آشنا نیست واسهتون؟ نه خدا وکیلی جان سیبیلاد این آشنا نیست؟ داداش این مشتق اف ضرب بوده دیگه. این مشتق اف ضرب در ج بوده. ببین ترا رو باید نل وارو بهش بزنی، برش گردونی اون چیزی که نوشته رو. خب اینو این این منظور ترا بوده. خب؟ حالا اینجا دوباره دقت کنید ما یه اف ضرب در داریم که میخوایم ازش مشتق بگیریم پیشنهاد من به جای اینکه اول مشتق بگیری بعد اعمال بری اول اعمال برو بعد مشتق بگیر سخن بزرگان آقا به جای اینکه مشتق بگیری بعد اعمالش رو اجرا کنی توان و ضرب و جمع و تقسیم و اول اعمال برو بعد بیا سراغ مشتق ببین اول اف و ضرب در ج این اف اینم ج پر واضحه که اینا موزه هم بودن اینا رو تو هم ضرب کنید میشه چی میشه 2 منهای شیشه منهای x امیدوارم موافق باشید میشه 2x منهای منهای x میشه 3x منهای 3 منهای 6 میشه منفی 9 یعنی f ضرب در j این 3x منهای 9 بوده که مشتقش میشه 3 حالا ضرب در اون g 2 کن خب g 2 چنده به g 2 بدی 2 2 تا 4 تا منهای 1 میشه منهای 3 میشه 1 دوباره 6 منهای 2 هم کنم خب میشه 4 جزش میشه 2 خب چی دیگه جواب شد منفی 3 چرا قشنگ چرا باحال این نمونه رو خیلی وقت ما منتظریم تو کنکور بیا ولی خبری ازش نیست حواشو داشته باشید خلاصه بریم سراغ سوال بعدی سوال 104 اف داده میگه نمودار اف و اف در چند نقطه متقاطع من پایه رسم شکلم نمیرم سمت حل معادله ببینید x تو منهای 2x نمودارشو شما همه بلدید یه سهمی بوده که یکی عریش های صف بوده یکیش دو بوده خب دارید میبینید بعد دو قبل صفر مثبت این <تصح> <تصح> اگه میخوام تعین زاویه تش کنم به ازای ایکس بعد دو و قبل صفر چی میاد بیرون؟ قربونت برم خودش میاد بیرون یعنی ایکس من های دو ایکس میاد بیرون و به ازای ایکس های بین صفر و دو نش میاد بیرون چون منفیه یعنی میشه منفی ایکس دو به اضافه دو ایکس خب خوب, خوب دقت کنید من نمودار مشتقم میخوام از رو همین برم دوباره به ازای همین بازه بزرگتر از دو و کوچکتر از صفر مشتق میگیرم میشه دو ایکس منهای دو و به ازای ایکس های بین صفر و دو میشه منفی دو ایکس به اضافه دو بریم واسه رسمش خب رسم دقیقی داشته باشیم خب این محور های مختصات دوستان ارزم به حضور شما که این ریشه صفر این ریشه دو خب چه میشه این نمودار ما میاد اینجا ولی بر میگرده رو به بالا این وری میره این نمودار خود F نمودار مشتق چه جوریه واسه بعد دو و قبل صفر دو x منهای دو خب دو x منهای دو یه خط با عرض از مبدع منفی دو و شیب دو یعنی انگار از اینجا شروع میشه لاب تو پری تو خالی بودنش داره باید تو خالی باشه این میره رو به بالا خب یه تقاطع اینجا داریم تو سفر هم همینطور اینجوری میاد رو به پایین و در نهایت به ازای x های بین سفر تا دو منفی دو x به اضافه دو که این چه جوری بوده این انگار اند خدا از اینجا حالا حرکت میکنه میاد تا این پایین اوکی یک شو تو و تو خالی میکنیم که صفر را ریشه های ساده داخل قدر مطلق هم هستن و مشتق ناپذیرن و تو خالی هم اصلا اتفاقا یعنی همین رفقا چند جا برخورد داریم؟ این یک اینم دو پس در دو نقطه اینا تقاطع دارن بریم سراغ و سوال بعدی سوال 101 این تابه در نقطه ام مشتق ناپذیره خب ما میدونیم وقتی قدر مطلق پشت وسط باشه تابه در ریشه های ساده داخل قدر مطلق مشتق ناپذیره دو تا ریشه داره ایشون که دو تا ریشه چی و چی بوده دوستان یکی از ریشه هاش یک بوده یکی دیگهش هم منفی 3 بوده منفی 3 و مثبت یک. ریشه های این پشت چی بودن دوستان این آقا هم ها ریشه هاش یکیش منفی دو بوده یکیش یک میدونیم اگر کسی ریشه ساده داخل قدر مطلق باشه مشتق ناپذیره مگر اینکه اون آدم ریشه پشت قدرم باشه بلا اگه دقت کنید یک ریشه پشتم هست اونی که پشته آقا کلا صفر میکنه درو میکنه میاد جلو و یکو نجات میده اما تنها کسی که نجات پیدا نمیکنه منفی سه پس وقتی داریم که در نقطه M مشتق ناپذیر است منظورش همون بچه ها نقطه منفی 3 بود حالا مشتق چپ و راست رو خواسته تو نقطه منفی 3 ببینید میام F پریمه منفی 3 کمتر رو حساب میکنم اگه بخوام این کار رو کنم من با اجازتون این عبارت رو تجزیه کنم اینو تجزیه کنید میشه X به اضافه 2 در X منهای 1 داخل قدر مطلق چه خبره؟ داخل قدر مطلق x به اضافه 3 بوده در x منهای 1 اگه شما زحمت بکشید منفی سه کمتر رو تست کنید پر واضحه منفی سه کمتر رفق رو دقت کنید میخوایم از داخل قدر مطلق بیاریم بیرون منفی سه کمتر این داخل رو منفی میکنه و اصلا داخل قدر مطلق منفی میشه پس باید قرینش بیاد بیرون قرینش رو چجوری میارم بیرون ببین قدر مطلقا رو وردار یه منفی یه منفی بذاریم پشت خب الان میخوایم مشتق بگیریم تو منفی سه پر واضحه که خود این آقا عامل صفر شونده است پس فقط از این مشتق میگیرم از این مشتق میگیرم میشه یک تو بقیهش فقط چیکار میکنم عدد میذارم که اگه منفی سه بذارید ایشون میشه منفی چهار ایشون برابر میشه دوباره با منفی چهار و در نهایت ایشون هم برابر میشه با منفی یک یه دونه منفی هم پشتش که میشه مثبت یک اینا داخل همدیگه ضرب کنید به جواب آرزم به حضور شما منفی 16 میرسید به جواب مثبت 16 میرسید باز میخوام و در نهایت چیزی رو اشتباه نکرده باشیم بله اینجا اشتباه کردیم منفی یک مثبت 1 نه درسته جای اشتباه مثبت 16 و در نهایت اگه زحمت بکشید بخواید مشتق راست رو حساب کنید تو منفی 3 هیچ اتفاق خاصی نمیفته بچه ها فقط تفاوتش اینه که دیگه این قدر مطلقه خودش میاد بیرون و خودش بیا بیرون دیگه این منفیه رو نداریم خب وقتی این منفیه رو نداشته باشیم همه این جوابا یه منفی کمتره دیگه پس اون بوده منفی 16 حالا اینا رو اگه تقسیم برای هم کنید در نهایت به جواب منفی یک میرسید یعنی گزینه یک سوال 102 تابعی با این زابته در کدوم بازه مشتق پذیره؟ شاید اصلا پاسخابی یه سری به این گیر بدن ولی خیلی سوال قشنگی بود اتفاقا تو جزوه ما هم بود <applause> ببینید بچه تا اون داخل اینه یک ریشه ای صورت و مخرج حس میشه و تو نمودار به صورت حفره ظاهر میشه آقا جان حفره نمودار اونجا ناپیوسته است پس اینم میدونیم که تابه در نقاطی که محدودیت دامنه داره یعنی ناپیوسته است مشتق ناپذیره کسی که گزینه اصلا گزینه‌ای که کلا عدد یکو داشته باشه فلان خب، رد خب گزینه یک رده حالا تابعی که داخل براکت مونده یکی سومه اینو چیکارش کنم هیچی چه کنم کدوم از گزینه ها داخل براکت رو صحیح میکنن خب آقا چه ربطی داره اگه داخل براکت با عددی صحیح بشه براکت تو نقطه حد نداره حالا کاری به استثناء ندارم که اگه ریشه پشت باشه چه اتفاقی میفته نه داخل براکت صحیح بشه همین براکت یک سومه آقا حد نداره پیوسته نیست مشتق ناپذیرم نیست و الان تو بازه منفی یک تا صف شما منفی یک دوم رو بذاری چه اتفاقی میفته اون داخل سعی میشه خب درد نمیخوره اینجا هم همینطور شما بیا یک سوم رو بذار یک سوم اون داخل رو سعی میکنه خب به درد نمیخوره جواب گزینه چاره بچه الان میه و منفی یکی که اینجا داریم میبینیم چی اینم سعی میکنه منفی یک افتاده ته بازه منفی یکی که ته بازه افتاده پیوستگیش فقط پیوستگی راست بررسی از میخوام فقط پیوستگی چپ بررسی میشه مشتق پذیریش هم مشتق پذیری چپ بررسی میشه که اتفاقا هیچ مشکلی نداره و اعداد قبل منفی یک هم هیچ کدومون داخل رو سعی نمی کنن. تموم شد و رفت بریم سراغ سوال بعدی سوال 103 F و داده جی و داده میگه حاصل اف پریم زب در جی دو به اضافه G جی زب در جی پریم در F به ازای اکس با دو کدوم بعضی از بچه ها میشینن این کار رو میکنن اینو مشتق پیدا میکنن زب در جی دو میکنن بعد میبرن با اون جمع میکنن عزیز شما هر جای این کره خاکی ببری بگی من دارم چنین کاریو میکنم ازت تس الکل میگیرن شما اینو ببر بذار تو دارال مجانین هم کسی این کارو نمیکنه که شما دارید میکنید آخه بفهم یه ذره آخه مگه این یه چیز عادیه که شما دارید عمل میکنید و شروع میکنید گوش به حرف میدید یه بار دیگه هم تو چند تا سوال قبل اومده بود طراح چنین کاریو کرده بود فرمول نوشته بود یا برگردون این فرمولو ببین چی بوده که طراح اینجوری نوشتتش یه جی فاکتور بگیر از اولی میمونه F پریم G دومی میمونه G پریم F این آشنا نیست فرستون؟ نه خدا وکیلی جان سیبیلاد این آشنا نیست داداش این مشتق F ضرب بوده دیگه این مشتق F ضرب بوده ببین ترا رو باید نل وارو بهش بزنی برش گردونی اون چیزی که نوشته رو خب اینو این این منظور ترا بوده خب حالا اینجا دوباره دقت کنید ما یه اف درجه داریم که میخوایم ازش مشتق بگیریم پیشنهاد من به جای اینکه اول مشتق بگیری بعد اعمال بری اول اعمال برو بعد مشتق بگیر سخن بزرگان آقا به جای اینکه مشتق بگیری بعد اعمالش رو اجرا کنی توان و ضرب و جمع و تقسیم و اول اعمال برو بعد بیا سراغ مشتق ببین اول اف درجه ضرب کن این اف اینم ج پر که اینا مز بودن اینا رو تو هم ضرب کنید میشه چی میشه 2x منهای شیشه منهای x امیدوارم موافق باشید میشه 2x منهای منهای x میشه 3x منهای 3 منهای 6 میشه منفی 9 یعنی f ضرب در g این 3x منهای 9 بوده که مشتقش میشه 3 حالا ضرب در اون g 2 کن خب g 2 چنده به g 2 بدی 2 تا 4 تا منهای 1 میشه منهای 3 میشه 1 دوباره 6 منهای 2 هم کنم میشه 4 جزش میشه 2 خب چی دیگه جواب شد منفی 3 چقدر قشنگ چقدر باحال این نمونه رو خیلی وقت ما منتظریم تو کنکور بیا ولی خبری ازش نیست حواشو داشته باشید خلاصه بریم سراغ سوال بعدی سوال 104 اف داده میگه نمودار اف و اف پریم در چند نقطه متقاطن من پایه رسم شکلم نمیرم سمت حل معادله ببینید x تو منهای 2 نمودارش نمودارشو شما همه بلدید یه سهمی بوده که یکی ریش های صفر بوده یکیش دو بوده خب دارید میبینید بعد دو قبل صفر مثبت <applause> این اگه بخوام تعین زابطش کنم به ازای ایکس های بعد دو و قبل صفر چی میاد بیرون؟ قربونت برم خودش میاد بیرون این ایکس دو منهای دو ایکس میاد بیرون و به ازای ایکس های بین صفر و دو قرینش میاد بیرون چون منفیه یعنی میشه منفی ایکس دو به اضافه دو ایکس خب خوب, خوب دقت کنید من نمودار مشتاقم میخوام از رو همین برم دوباره به ازای همین بازه بزرگتر از دو و کوچکتر از صفر مشتق میگیرم میشه دو ایکس منهای دو و به ازای ایکس های بین صفر و دو میشه منفی دو ایکس به اضافه دو بریم واسه رسمش خب رسم دقیقی داشته باشیم خب این محور های مختصات دوستان ارزم به حضور شما که این ریشه صفر این ریشه دو خب چه جوری میشه این نمودار ما میاد اینجا ولی بر میگرده رو به بالا این وری میره این نمودار خود اف نمودار مشتق چه جوریه واسه بعد دو و قبل صفر دو 2x منهای دو خب دو x منهای دو یه خط با عرض از مبدع منفی دو و شیب دو یعنی انگار از اینجا شروع میشه حالا تو تو خالی بودنش داره باید تو خالی باشه این میره رو به بالا خب یه تقاطع اینجا داریم تو سفر هم همینطور اینجوری میاد رو به پایین و در نهایت به ازای x بین صفر تا دو منفی دو x به اضافه دو که این چه جوری بوده این انگار اند خدا از اینجا حالا حرکت میکنه میاد تا این پایین اوکی یک تو بریو تو خالی میکنیم که صفر و سری های ساده داخل قدر مطلق هم هستن و مشتق ناپذیرن و تو خالی هم اصلا اتفاق یعنی یه حالتی رفقا چند جا برخورد داریم؟ این یک اینم دو پس در دو نقطه اینا تقاطع دارن بریم سراغ و سوال بعدی سوال 105 اف و داده جی و داده خط مماس بر اف و رو در نقطه به طول یک واقع بر آن محور عرض ها را با کدام عرض آقای ویراستار اگه صدای من به گوشت میرسه قربونت برم خب این سوال رو عینا اونور دادی تو ده تا سوال اول الان چه فازی داری که میای دوباره تو دو ده تا دوم میدی این همه گستردگی داره مشتق یه سوال خفنتر بدید یا آدم بهتر تر کنه بعد تابه فهمی چیز هچل هفت خب می بردید تو همون سوال اون ور ده اول می دادید خوب دقت کنید بعد ما واسه نوشتن معادله خط یه شیب می خواهیم که از مشتق به دست میاد با یه نقطه نقطه هم که طولش رو گفته یک یک رو بذار تو ترکیب توابه F O مسخره یک و بده به جی به جی یک بدی به چند میده یک به اضافه چهار منهای دو 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 رو بر بده به اف به اف دو بدی آرزم به حضور شما که بالا میشه 24 پایینم میشه 6 میشه چهار یعنی یک هم و 4 بود بریم آقا جون این نقطه حالا میخواییم از این تاب مشتق بگیریم چه جوری مشتق بگیریم از به F f پریم x برابر میشه با دقت کنیم مشتق صورت دوازده در خود مخرج عددش رو میذارم منهای مشتق مخرج مشتق مخرج رادیکال چیز میشه یک بر روی دو تا رادیکال چیز مشتق اون چیز زیرم میشه هفت به اضافه دوباره رادیکال چیز میشه یک بر روی دو تا رادیکال چیز میشه ایکس به اضافه دو و بالام که یک در خود صورت دیگه خود صورت رو پراشوت که عددش رو بذاریم تقسیم بر مخرج به توان دو دوستان اگر زحمت بکشن برید داخل این عبارتی که میبینید یک قرار بدید من دیگه با اجازتون محاسبه نکنم یعنی دوازده زب در توی صورت یک بذارید یک به اضافه سه چار منای دو دو بعد دوباره اینجا هم یک بذارید و اینجا هم یک بذارید و یک بذارید به حسلتون رو سر نبرم به دست میاد پونزه دو یا هفتونیم حالا اگه میخواید معادله خط بنویسید همیشه از آی ایکسه به اضافه بی رفت همیشه از این رفت که تو نهم نه خوندید وای من های وای صفر ام در X من های ایکس منهای ایک صفر جایگذاری کنید خب ایگرگتون که چهاره Xتون که یکه شیبتون هم که شده پونزده دوم خب خوش گفته محور ارزها رو با کدام ارز قرار می آقا محور ایگرگا ایکس ای صفره خب بیا این یعنی ایکس رو بذار صفر این ایگرگر رو از شما خواسته بودن دور برم که اینو حساب کنید در نهایت به جواب ارزم به حضور شما منفی هفت دوم خواهید رسید یعنی گزینه سه سوال 106 خیلی خوب بود هاجی خیلی خوب بود میگه این تابه قدر سمن های که پارسال هم داده بودنش در آ مشتق ناپذیر و در بی داره مشتق صفره ببین اگه ما بخوایم بکشیمش ایکس سمن های همون تابه لوره خب یعنی یه چنین استایلی داره که <تصف> این قسمت های پایینش تا میخورن میرم بالا یعنی چه می جوری میشه اینجوری میاد بعد اینجوری برمیگرده میره بالا و این قسمت اینجا دیگه حذف میشه بعد همونطور که مشاهده میکنید تو نقطه یک مشتق نداره و ارزم به حضور شما که تو بیم که اینجا باشه تو نقطه صفر حالا اگه یه ذره اینو من دقیق تر بکشم فکر کنم واضح تر باشه یه چنین حالتی رخ میده و مشتق ما چقدر صفره <تصف> اینجا هم یک حالا چی گفته؟ گفته بیایید مساحت مثلثی رو حساب کنید که محدود به مماس راست و چپ در آه خب بذارید بدید من بکشمش خب این نیم مماس راست قرمز این نیم مماس چپ این هم همون x مساوی با b یعنی همون چی پدید اومد؟ یه مسلس پدید اومد این هاش مسلس این هاش که دوستان ببیننش این مسلسی که اینجا پدید اومده ارتفاش که یکه ما تو این که مشکلی نداریم اس ارتفاع که یک زب داره قاعده میشه از کجا تا کجا میشه از این نقطه باید رنگ دیگه برم از این نقطه تا این نقطه اینجا این دقیقا تقاطوه دوتا نیم مماس چپ و راست با ایگرک مساوی با یکه چجوری جو پیداش کنم <applause> خب نیم چپ و راست رو باید پیدا کنیم نیموماس راست اول از اینکه از یکو و صفر داره رد میشه شی بشم اون ایکس من یک خودش میاد بیرون مشتق بگیری میشه سه x تو داخلش یک بذاری میشه سه پس معادل خط نیموماس راست بوده وای مساوی است با سه x من های سه نیم چپ چی بوده اینجا این قرینش میاد بیرون نقطهش هم همون یک و صفره شیبش میشه منفی سه ایکس دو که داخلش یک بذاریم برابر میشه با منفی سه که اگه بخوام معادل خطش رو بنویسم میشه وای مساوی است با منفی سه ایکس به اضافه سه خب این دوتا معادل خط های ما هن. این نیموماس چپ این هم نیموماس راست اینا رو باید با کی قطع بدیم اینا رو باید با مساوی با یک قطع بدیم اینا یه بار مساوی با یک میذارم از اینجا ایکس به دست میاد 4 سوم یعنی این نقطه ای که اینجا داشتیم چهار سوم بوده و یه بار دیگه هم مسافی با یک میذارم و حل میکنم که اگر بیایم این تابر رو مساوی با یک بذاریم این نقطه هم به دست میاد x مساوی با دو سوم پس اینجا دو سوم بوده حالا قاعده میشه از چهار سوم تا دو سوم که برابر دو سوم میشه تقسیم بر دو ارتفاع در قاعده تقسیم بر دو که در نهایت مساحت یک سوم میرسیم یعنی گزینه دو خیلی سوال قشنگی بود بریم سراغ سوال بعدی خب سوال 107 میگه نمودار تابع F به صورت مقابل کدوم تابع در صفر مشتق پذیره ببینید بچه بالا قشنگی بود بازی قدر مطلق F خب این دقیقا این قسمت پایین میاد بالا یه می چنین حالتی میشه باز ما با یه نقطه تو خالی داریم و تو صفر مشتق پذیر نیست در قلش چون ناپیوسته میشه خب این f هم همینه اونایی که پایینن میان بالا و ما باز هم یک ارزم به حضور شما که یک حفره داریم و به درد نمیخوره چیزی که خیلی میتونه کمک ما کنه اینه که بیاد اینی که مثبته رو کنارش باشه این یه سهمی که درنش رو بالای دیگه اینی که مثبت یه چیزی اضافه بیاد کنارش مثبتش کنه اینی که منفیه یه چیز منفی بیاد کنارش رو منفی کنه که بشه مثبت تنها کسی که میتونه این کار کنه قدر مطلقه که اگه قدر مطلقه باز کنید تو مثبت ها میشه x در f ای که کلا مثبته تو منفیه میشه چی میشه منفی x در f ای که دقیقا دو حالت همه رو جمع میکنه میاره بالا و یه چیز خیلی قشنگ و شیکی ازش در میاره توی صفر جواب درست این تست گزینه دو بوده بچه بریم سراغ سوال بعدی سوال 109 مشتق انتهای به زکس مصابی با 4 کدام هست این بیشتر میخواد ببینه شما مشتق گیری بلدید یا نه من مشتق گیریشو براتون میرم دوستان خوب با من همراه و همدل باشید میام چیکار میکنم این فرج سر رو تبدیل به توان میکنم گام اول می چی می نویسم آقا جون x من رادیکال x به اضافه x به اضافه 2 تقسیم بر منفی x به اضافه 5 به توان یک سوم میخوام از این مشتق بگیرم یک سوم میاد پشت میشه یک سومه چی رادیکال x به اضافه x به اضافه دو پایینم منفی ایکس به اضافه پنج به توان منفی دو سوم حالا میرم تو چی؟ حالا میرم تو مشتق اون داخل میشه مشتق کسری مشتق کسری مشتق صورت رادیکال ایکس که یک بر روی دوتا رادیکال مشتق ایکس هم که یکه در خود مخرج خود مخرج رو 4 بذار میشه منفی چهار به اضافه پنگ یک منای مشتق مخرج منفی یک در خود صورت که چار بذارید چه اتفاقی میفته که 4 بذارید بچه میشه دو به اضافه چار به اضافه دو میشه هشت پایینم که مخرج به توان دو خب منفی ایکس به اضافه پنج که توش داخلش ارزم به حضور شما چار بذارید میشه یک دیگه میشه منفی چار به اضافه پنج یک به توان دو یک خب ادامه میدیم محاسباتو اگه زحمت بکشید داخلش چار بذارید فرمی گفتیم خدمتون اینجا هشت میشه اینجا یک میشه 8 به توان دو 64 به فرج سه چهار توی توان منفی یک چهارم انگار بوده یک سوم ضبط یک چهارم در نهایت ضبط داره اینجا چهار بذارید یک چهارم به اضافه یک میشه پنج چهارم پنج چهارم من های 8 اگه زحمت بکشید این محاسباتم هم انجام بدید در نهایت به جواب سی و هفت چهل و هشتم خواهید رسید بریم سراغ سوال بعدی سوال 110 فرض کنید f(x) به این صورت باشه مقدار مشتق f وارون او از میخوام اف پریم وارون در نقطه سه کدام است آیا طراح عزیز شما خودت بعد اینو بدونی که تو 1400 مشتق وارون به صورت غیر مجاز داده شده بود در صورتی از کتاب حذف شده حالا درسته که میشد بدون فرمول نظام قدیم حلش کرد ولی غیر مجاز بود این سوالم اومدن تر کنم ولی خب خیلی اجازه بهش نداده مانور بده قرار اف پریم رو حساب کنید خب اف پریم رو حساب کنید بعد با اف وارون ترکیب کنید بعد مشتق بگیرید ببینید بچه ها اف پریم ایکس تون از این تابعه اگه بخواید مشتق بگیرید دو که هیچی رادیکال چیز میشه یک بر روی دو تا رادیکال چیز بعد اف وارونتون چه جوری بوده ببینید ایکس چه بلایی سرش اومده راه خفن خودمون واسه وارون ایکسی بوده با یک جمع شده جزر گرفتیم با دو جمع کردیم دو. حالا تو وارون ببینید اف وارون به این صورت بوده اف وارون x ما برابر بوده با یه x بوده منهای دو شده به توان دو رسیده بعد منهای یک شد. حالا قرار اینا رو با هم ترکیب کنیم میام به جای x های این اینو میذارم میشه یک بر روی دوتا منهای یک با یک میره میشه چی؟ x منهای دو به توان دو منهای یک و یکم با هم میرم منهای یک و یکم با هم میرم این میاد بیرون قدر مطلق میشه یک بر روی دو تا قدر مطلق x منهای دو که چون میخوایم تو نقطه سه مشتق بگیریم قدر مطلق خودش میاد بیرون میشه یک بر روی دو x منهای چهار اوکی یک بر روی دو x منهای چهار حالا زحمت بکشید دوستان حالا زحمت بکشید رفقا چیکار کنید از این مشتق بگیرید اگه بخواید از این مشتق بگیرید یک چیزم میشه منفی یک بر روی چیز دو زب داره اون چیزا هم که چقدر دوه حالا بریم توی چند بذاریم سه بذاریم که اگر داخلی سه بذاری دو ست تا شیش تمنه چهار دو به توان دو چهار منفی دو چهارم یا منفی یک دو با. جواب میشه گزینه دو امیدوارم که از تحلیل لازم و مشتق لذت برده باشید روز و روزگار بر شما خوش بریم سراغ سوال شمارش سوال 106 خیلی خوب بود هاجی خیلی خوب بود میگه این تابه قدر ایکس منهای یک که پارسال هم داده بودنش در آ مشتق ناپذیر و در بی مشتق صفره ببین اگه ما بخوایم بکشیمش x منهای 1 همون تابع لوره خب یعنی یه چنین استایلی داره که <تصفح> این قسمت های پایینش تا میخورم میرم بالا یعنی چه جوری میشه اینجوری میاد بعد اینجوری برمیگرده میره بالا و این قسمت اینجا دیگه حذف میشه بعد همونطور که مشاهده میکنید تو نقطه یک مشتق نداره و ارزم به حضور شما که تو بیم که اینجا باشه تو نقطه صفر حالا اگه یه ذره اینو من دقیقتر بکشم فکر کنم واضح تر باشه یه چنین حالتی رخ میده و مشتق ما چقدر سفره اینجا <applause> یک حالا چی گفته؟ گفته بیایید مساحت مسلسی رو حساب کنید که محدود به مماس راست و چپ در آه خب بذارید من اینو بکشمش خب این نیم مماس راست قرمز، این نیم مماس چپ این هم همون x مساوی با b یعنی همون چی پدید اومد؟ یه مسلس پدید اومد ایناش هاش مسلس این که دوستان ببیننش این مسلسی که اینجا پدید اومده ارتفاعش که یکه ما تو این که مشکلی نداریم S ارتفاع که یک زب داره قاعده میشه از کجا تا کجا میشه از این نقطه رنگ دیگه برم از این نقطه تا این نقطه اینجا این دقیقا تقاطع دو تا نیم چپ و راست با یک مساوی با یک چجوری پیداش کنم <تصفح> خب نیم چپ و راست رو باید پیدا کنیم نیم راست اول از اینکه از یکو و صفر داره رد میشه شی بشم اون ایکس ها یک خودش میاد بیرون مشتق بگیری میشه سه ایکس تو داخلش یک بذاری میشه سه پس معادل خط نیم راست بوده وای مساوی است با سیکس من های سه ایکس من سه نیموماس چپ چی بوده اینجا این قرینش میاد بیرون نقطهش هم همون یک و صفره شیبش میشه منفی 3 ایکس دو که داخلش یک بذاریم برابر میشه با منفی سه که اگه بخوام معادل خطش رو بنویسم میشه وای مساوی است با منفی 3 ایکس به اضافه سه خب این دوتا معادل خطای ما هن. نیموماس چپ این هم نیموماس راست اینا رو باید با کی قطع بدیم اینا رو باید با یک مساوی با یک قطع بدیم اینا یه بار مساوی با یک میذارم از اینجا x به دست میاد چار سوم یعنی این نقطه ای که اینجا داشتیم چار سوم بوده و یه بار دیگه هم اینا مساوی با یک میذارم و حل میکنم که اگر بیایم این تابه رو مساوی با یک بذاریم این نقطه هم به دست میاد مساوی با دو سوم پس اینجا دو سوم بوده حالا قاعده میشه از چهار سوم تا دو سوم که برابر دو سوم میشه تقسیم بر دو ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر دو که در نهایت به مساحت یک سوم میرسیم یعنی گزینه دو خیلی سوال قشنگی بود بریم سراغ سوال بعدی خب سوال 107 میگه نمودار تابع F به صورت مقابل کدوم تابع در صفر مشتق پذیره ببینید قشنگی بود بازی قدر مطلق F خب این دقیقا این قسمت پایین میاد بالا یه چنین حالتی میشه باز ما یه نقطه تو خالی داریم و تو صفر مشتق پذیر نیزد در تو چون ناپیوسته میشه خب این هیچ F2 هم همینه اونایی که پایینن میان بالا و ما باز هم یک ارزم به حضور شما که یک حفره داریم و به درد نمیخوره چیزی که خیلی میتونه کمک ما کنه اینه که بیاد اینی که مثبت رو کنارش باشه این یه سهمیه که درنش رو بالای دیگه اینی که مثبته یه چیزی اضافه بیاد کنارش مثبتش کنه اینی که منفیه یه چیز منفی بیاد کنارش و منفی کنه که بشه مثبت تنها کسی که میتونه این کار کنه قدر مطلقه که اگه قدر مطلقه باز کنید تو مثبت میشه x در f(x) که کلا مثبته تو منفی میشه چی میشه منفی x در f(x). که دقیقا دو حالت همه رو جمع میکنه میاره بالا و یه چیز خیلی قشنگ و شیکی ازش در میاره توی صفر جواب درست این تست گزینه دو بوده بچه بریم سراغ سوال بعدی سوال 108 یک سوال با روی کرده کنکور 1400 افتابه درجه دومه خب دقیقا یعنی fx تون بوده چی؟ بوده ax2 به اضافه bx به اضافه c و f پیریم x و x های از یک یعنی بوده 2ax به اضافه b خب گفته تو یک حالا مشتق پذیره آقا یکا از کجا گفتی از مرز گفتم خوب دقت کن قربونت برم ما تو یک چه اتفاقی واسمون میفته تو یک یه بار باید پیوستگی بررسی کنیم چه مره چه مره که چه, چه و مه اوز میخوام راست و مقدار از ضابطه بالا به دست میاد ره و مه از ضابطه بالا به دست میاد این دوتا دقیقا میشه آب به اضافه بی به اضافه س و چه از ضابطه پایین که میشه چی میشه دو آب اضافه بی یه هم چی و بررسی میکنیم؟ یه بارم مشتق پذیری رو بررسی میکنیم مچه و مره مشتق راست و مشتق چپ مشتق راستش که میشه دو X به اضافه بی مشتق چپش میشه دو اگه یک قرار بدید داخل اینا اینا باید با هم برابر شن نتیجه که میگیریم دو به اضافه بی باید مساوی با دو بشه پس بی صفر بوده آها وقتی بی صفر بوده دیگه نیاز نیست برید ادامه داستان رو بررسی کنید ببینید انگار سهمی شما بیش که صفر بوده <تصحب> بوده چی؟ نگاه یه چنین سهمی داشتید حالا AX2 به اضافه C که این AX2 به اضافه C این AX2 به اضافه سی اجازه بدید من ببینم در مورد C دیگه میتونم چیزی به دست بیارم اگه بیا بذاریم صفر اینجا اگه بیا بذارید صفر آ هم برابر با C میشه خیلی خوب شد الان دیگه یعنی سهمیه ما انگار اینجوری بوده AX2 به اضافه بی که صفر شد به اضافه سی به جای سی هم بذارید آ انگار این برابر بوده با آ در X2 به اضافه 1 X2 به اضافه 1 خودش سهمیه که رو به بالا دیگه یعنی اینجوری بوده حالا آ چه مثبت باشه چه منفی باشه یه اتفاقی میفته مثبت باشه که این کلا رو به بالاه منفی باشه هم کلا رو به پایینه یعنی کل و لجبهی میخواید بشناه کنید اف مجبوره که فقط از دو ناهی رد شه بیشتر نمیتونه رد شه اوکی چون دلتاش منفیه اینم از این خیلی سوال خوبی بود بریم سراغ سوال, سوال بعد... بعدی سوال 109 مشتق انتها به زکس مساوی با 4 کدام است بیشتر میخواد ببینه شما مشتق گیری بلدید یا نه من مشتق گیریشو براتون میرم دوستان خوب با من همراه و همدل باشید میگم چیکار میکنم این فرج سر رو تبدیل به توان میکنم گام اول می چی می آقا جون Xه. رادیکال x به اضافه x به اضافه دو تقسیم بر منفی x به اضافه 5 به توان یک سوم بخوام از این مشتق بگیرم یک سوم میاد پشت میشه یک سومه. چی رادیکال x به اضافه x به اضافه دو پایینم منفی x به اضافه 5 به توان منفی دو سوم حالا میرم تو چی؟ حالا میرم تو مشتق اون داخل میشه مشتق کسری مشتق کسری مشتق صورت رادیکالیکس که یک بر روی دوتا رادیکالیکسه مشتق ایکس هم که یک در خود مخرج خود مخرج چار چهار بذار میشه منفی چهار به پنج یک منای مشتق مخرج منفی یک در خود صورت که چهار بذارید چه اتفاقی میافته که چار بذارید بچه میشه دو به اضافه چهار به دو میشه هشت پایینم که مخرج به توان دو منفی به اضافه 5 که توش داخلش ارزن به حضور شما 4 بذارید میشه یک دیگه میشه منفی 4 به اضافه 5 یک به توان دو یک خب ادامه میدیم محاسباتو اگه زحمت بکشید داخلش 4 بذارید فر گفتیم خدمتون اینجا 8 میشه اینجا یک میشه 8 به توان دو 64 به فرجه 3 4 توی توان منفی یک چهارم انگار بوده یک سوم ضرب در 1 4 در نهایت ضرب داره اینجا چهار بذارید یک چهارم به اضافه یک میشه پنج چهارم پنج چهارم منهای هشت اگه زحمت بکشید این محاسباتم هم انجام بدید در نهایت به جواب سی و هفت چهل و هشتم خواهید رسید بریم سراغ سوال بعدی سوال سد و ده فرض کنید FX به این صورت باشه مقدار مشتق اف وارون او بز میخوام اف پریم وارون در نقطه سه کدام است آی تر رای عزیز شما خودت بعد اینو بدونی که تو 1400 مشتق وارون به صورت غیر مجاز داده شده بود در صورتی از کتاب حذف شده حالا درسته که میشد بدون فرمول نظام قدیم حلش کرد ولی غیر مجاز بود این سوالم اومدن تر کنم ولی خب خیلی اجازه بهش نداده مانور بده قرار اف پریمو حساب کنید خب اف پریمو حساب کنید بعد با اف وارون ترکیب کنید بعد مشتق بگیرید ببینید بچه‌ها اف پریم از این تا اگه بخواید مشتق بگیرید دو که هیچی رادیکال چیز میشه یک بر روی دو تا رادیکال چیز بعد اف وارونتون چه جوری بوده ببینید ایکس چه بلایی سرش اومده رای خفن خودمون واسه وارون ایکسی بوده با یک جمع شده چذر گرفتیم با دو جمع کردیم دو حالا تو وارون ببینید اف وارون به این صورت بوده اف وارون ایکس ما برابر بوده با یک سی بوده منهای دو شده به توان دو رسیده بعد منهای یک شد حالا قرار اینا رو با هم ترکیب کنیم میام به جای یک های این اینو میذارم میشه یک بر روی دو تا منهای یک با یک میره میشه چی ایکس منهای دو به توان دو منهای یک و یک هم با هم میرن منهای یک و یک هم با هم میرن این میاد بیرون و قدر مطلق میشه یک بر روی دو تا قدر مطلق ایکس منهای دو که چون میخوایم تو نقطه سه مشتق بگیریم قدر مطلق خودش میاد بیرون یک بر روی دو ایکس منهای چهار اوکی یک بر روی دو ایکس منهای چهار حالا زحمت بکشید دوستان حالا زحمت بکشید رفقا چیکار کنید از این مشتق بگیرید اگه بخواید از این مشتق بگیرید یک چیزم میشه منفی یک بر روی چیز دو زب داره اون چیز هم که چقدر دوه حالا بریم توش چند بذاریم سه بذاریم که اگه داخلی سه بذاری دو ستا شیش تا منهای چهار دو به توان دو چهار منفی دو چهارم یا منفی یک دو با. جواب میشه گزینه دو امیدوارم که از تحلیل آزمون مشتقل زد برده باشید روز و روزگار بر شما خوش بریم سراغ سوال سواله شمارش